امروز من و حسام به گرمترین و سردترین نقاط کره زمین سفر میکنیم. پس گردونه رو میچرخونیم و هر گزینه‌ای که واسه من در بیاد، مثلا سرد، من باید توی سردترین و حسام توی گرمترین نقاط کره زمین، فقط توی 10 دقیقه بازی کنم اونو پیدا کنیم و تیممون رو بچینیم تا در آخر ببینیم کی قهرمان فصل میشه. سلام و درود حاج حسام عزیز. ببین امروز از خواب بیدارت کردم، اومدم چالش سردترین و گرمترینای دنیا رو باهات بگیرم. حاج مهدی چطوری شما؟ خوبی یا نه؟ بنده امروز شاد خوابمو کردم. غذام و ناهارمو خوردم. چایی نزدم هنوز. میخوام اونم تو ویدیو شما بزنم. همه چی عالی. حاج حسام توی یه گردونه یه دونه گزینه گرمه، یه دونه گزینه سرد. شما اگه به حس گزینه گرم بیفته، باید بازیکنایی رو بخری که ملیتشون جایی که همین الان بالای 30 درجه است. گرمه اونجا. آره بالای 30 درجه. اگه سردترین به شما بیفته، باید کشوری رو انتخاب بکنی که بازیکناش، یعنی خود کشور سرد بازن، زیر 15 درجه باشه، چون الان تابستونه خیلی منفی صفر نداره. ممنون است. قبول. قبول آقا. چه چالشی آقا دوباره تو ما رو علاف خودت کردی؟ چی آقا؟ واسه تو بچرخونم یا واسه خودم آقا بچه‌ها رو دی علاف؟ آره من بچرخون آقا. 3 2 1 واسه تو. واسه تو. وای سرد ترین افتاد به تو. کارت سخته. خیلی سخته. خب آقا هر دو تامون لیورپول برداشتیم، 10 دقیقه وقت داریم توری بازیکنامون رو بخریم. از همین الان 10 دقیقه هم شروع میشه. یا علی برو بریم. به ما گرمترین افتاده شده ببینم دمای هوای مصر الان چنده. محمد صلاح 35 آجی. من مثلا رو نگر میداریم بس. آقا ببینه من خیلی زرنگم پسر. گوگل دویلون بازه. الان میخوام کشور رو درمه. حاجی کانادا به نظرم سرده. ایسلندم سرده. تمپرچرش 10 درجه است. من یعنی میتونم استفاده کنم. 10 درجه بیشتر نیست. یعنی از کانادا و ایسلند میتونم بگیرم. وای کانادا بچه 19 درجه است. دمای هوای ایتالیا چنده؟ 32 درجه. جانم به این هوا. چه جوری بارونی؟ از ایتالیا باستونی 85 دفاج. دفاعمون چرا 72ه؟ دفاع نداریم 85. باستونیو میری میخریم. باستونیو بدی بخریم. مبلغ زدی 80. واسط میزنم 100. اصلا بیا رو هوا میزنم شما رو. اصلا علم آخه واسه چی من بازی رو خود بازی کن صحبت کنم؟ وقتی 2 میلیون دادم 20 میلیون اضافه دادم. 63 میلیون میذارم. پدرت هم در میارم. 110 میلیون هم از اون ور میخوای. قبول کن دیگه. قبول کن خدا وکیلی. ناداز به ای گرفتم هاجی خریدمش. وایسا این کوش باستونی بیاد ترکیب. جان اصلا هاجی نگاه کن نقاط ضعف ترکیبو دارم برطرف میکنم من. بذار ببینم آمریکا چند درجه است. 20 درجه است آقا. 20 درجه است. 17 درجه است آقا. نروژ من هیچ کیو نمیتونم بخرم. روسیه شورتش آقا یه دقیقه شما 26 درجه است روسیه هاجی اصلا نمیگنجه. یعنی این چالش رو فقط میتونم ایسلند. یا یه جزیره هست اینجا بچه ها. یه جزیره هست کنار گرینلنده، کنار قطب شمال هاجی. ببینم دم قطب جنوب چی داریم. شقب بزرگی هاجی. نیوزلند به خدا هاجی من نمیتونم اینجا رو بخرم. نیوزلند هم میتونم بخرم. نیوزلند و ایسلند فعلا دو کشور. این چی هفته دو هفته یا فکر وسط میخوای. دمای هوای اسپانیا. اسپانیا هم 30 درجه است که دمای هواش. اسپانیا هافبک کیا رو داره خوب باشه؟ بوسکس رو داره سنش بالاست. همینا رو داره اسپانیا؟ گوگل سرچ بکنیم تمپرچر دور دنیا. بذار من زنگ به مهتیپس بزنم. مهتیپس گفت کانادا رو بگیر حاجی. روسیه هم الان یه شهرش از 8 درجه است. روسیه خیلی بزرگه. اوریج سالیانه رو اوورد حاجی. آرژانتین 15 درجه است حاجی. آقا من فقط از کانادا، نیوزلند و ایسلند خرید میکنم. جدی میگم. روسیه رو هم میگیرم. روسیه هم چون داداش خیلی بزرگه. روسیه واقعا اصلا منفی میانگین سالیانش. شما مثلا دمای هوای برزیل الان دیگه باید گرم باشه. برزیل به آبادان معروفه دیگه. الان دمای هوای برزیل 25 درجه. حاجی خدای امروز تا 31 بوده. نگفت تا 31 امروز میرم میرفته صبحش. تا 32 هم میرفته. 31 سیوته میرفته. الان مثلا ساعت چنده؟ 11 صبح نرفته. 1-2 بشه دیگه میره. آقا چرا نیمار تو این نیست؟ یه ریدم تو پس گلت نیمار رو سرچ کن. داداش نیمار 31 سالش کارو در میاره. نیمار چنده؟ نمیتونم بخرم اینو. گاکپا غلط کردی. اونو نمیدم من. داداش من این بازیکن ژاپنیه رو بهت میدم. 30 سالشم هست.
سه ساله اکسپت میکنم قربونت برم. چی بنده قرارداد آزاد حتما 60 میلیون حداقل بده دیگه، سی دست ما رو بگیر. 230 میلیون هم 230 هزار تا ماهیانه میخوای؟ قبول. بوس به اون کله نیمار. جانم آقا نیمار عزیز خوشگل و با کلاس اومده توی تیم. دو تا بازیکن تو الان گرفتم، خیلی سخته واقعا. این جالب حاجی نیمار رو میتونم بیارم تو به جای این احمق، به جای این نیمار. جانم 88 ولی بعد اینجا AMF وایس نیمار. بهترین بازیکن کانادا کلن آلفونسو دیویس بچه ها، که من باید آلفونسو دیویس رو بگیرم. آقا آلفونسو دیویس رو خریدیم پسر، آلفونسو دیویس رو خریدم. 70 میلیون میدم حاجی این از آلفونسو. حاجی نروژ هم سرده حاجی، من نروژ هم میخوام بگیرم حاجی. نروژ واقعا هالندشو میتونیم بگیریم، جدی دارم حاجی. نروژ اصلا سرده دادش، اونا اصلا دادش کشورشون کلن کشور سردسیریه. اصلا ما اگه هالندو نگیریم اشتباه کردیم. 300 میلیون دادم دادش، 300 میلیون پپ گواردیولا با کلمه بازیکن زیاد نمیتونیم بخریم. یه هالند بعد دیگه نیوزلند و آیسلند هم بود، یا همون ایسلند. ایسلند بازیکن به درد بخور نداره، ایسلند اصلا فوتبال نداره دادش. من از نروژ و کانادا کلا میخرم، چون الان داش داریم میبینی واقعا پلیر ندارن اینا. بچا روسیه بازیکن فوتبال، اصلا روسیه فوتبالیست نداره با این وضعیتی که ما داریم میبینیم. از گلووینو بخرم حاجی. گلووین یادمه تو جام جهانی 2018 روسیه خوب بازی کرد. 40 میل گلووین حاجی. حالا بزن اینا رو الان نهایی کنیم، یهو وقتمون تمام نشه به شخ بریم. آلفونسو رو آقا دعوت زدیم، این از آلفونسو دیویس اصلا سریع اسکیپ میکنیم. دفاعمون خوبه، وسطمون خوبه، مهاجم نوکمون ریده. لهستان 31 درجه. لواندوفسکی رو میتونم بخرم. حالا 63 تایی، من میگم 80 تا. جان پدرت بیا، وقت ندارم. رو هوا زد. الان ببین تو بازیکن 34 ساله ای، الان انتظار نداری من باید 5 ساله ببندم که تقریبا 2 ساله هم به خدا زیاده. دیدی گفتن 2 ساله. 1 میلیون گذاشتم من فصل جون، مثل گاو میاد وسط فصل جدا میشه. بیا بیا بابا تو هم بیا دیگه. 80 میلیون خرجت کردیم یه فصل هم بدور بازی میکنیم. تیم داداش، تیم قدر. یه حقوق کت و کلوفت هم میدیم داش. هالند 400 میلیون کلا خرج کردیم، خیلی گرون فروشی هم کردیم. شاید به خودتون بگی چرا شما کیت لیورپولت با کیت حاج مهدی فرق میکنه، چون که بنده ماد زدم کیتای جدید اضافه شده. گلووین هم بچا خریدم. هالند، دیویس، رابرتسون رو میندازم بیرون که جانشین نش. گلووین رو میخوام بازی بدم جدی. ببین من اصلا خیلی هوشم زیاده، دارم اینا رو سرچ میکنم. بیا داره میگه، میگه کانادا، روسیه، نروژ چهارمه. پس ما نروژ و روسیه و کانادا سه تا پلی، اینا سردترین جای جهانه. آیسلند، تاجیکستان، سوئد هم سرده با دانمارک. میتونیم از سوئد و دانمارک هم اجی پلیر بخریم. آهان این 20 میلیون قیمتش بسه. یه دونه جوان اندرسن گرفتم، 30 میلیون میدم این پلیره. بازیکن دیگه دارم میارم بگم آقا من یه سری بازیکنی که تو کشورهای سردسیر بودن رو خرید دیدم. تقلب بنده نکرد. خب بچه‌ها ما اندرسون هم آوردیم، 79 اصلا ما نمیتونیم بازی بدیم، ولی من جدی میخوام بازیش بدم. وای حاجی، هافک دفاعی نداریم، هافک دفاعی نداریم. پدری وایسا، پدری از اسپانیا رو میخوام بخرم. اسپانیا هنوزم چند درجه است؟ هنوز 30 درجه است. مصدوم پدری. رودری تو اسپانیا خوب. 140 میلیون است، 200 میلیون بهت میدم فقط بیا. 200 میلیون بهت میدم. رو هوا باید بزنیم. بله که باید رو هوا بزنیم. 4 ساله باید میمنده. قبول. جانم آقا رودری، ببین هیچ کت دیگه یو جوتو نمیخوام، تیم من تکمیله. بذار من خدا وکیلی الان آقا اینو شما برمیداری میاری به جای این میذاری تو. داداش تیمو نگاه کن، رودری، باسونی، نیمار، لواندوفسکی، از هر پست من یه بازیکن آوردم. صد قهرمانی حاجی. بازیکنای دامای در کل بازیکنای با استعدادی دارم. مثلا آقای جولیس بکو شما میشناسی، هشمام، کریستنسن بارسا رو داریم 50. گومز هم میدم که بتونی بازی کنی. خود کریستنسن کنار پول خوبم بهت میدم داداش. بیا سری فقط بیا آجمت. یه گل، یه سوال از شما. تایم تمومه، متوجهی که ترکیب تو، ولی من لطف میکنم به چی؟ تو کیا رو خریدی الان بگو، خریداتو منم بگم. داداش من از لهستان آقا لواندوفسکی رو خریدم. احمق، لهستان مگه گرمه؟ لهستان کشور سرد. بله بالای 30 درجه است، بالای 30 درجه بود. من نشون دادم. از برزیل آقا نیمار، از اسپانیا آقا رودری، از ایتالیا آقا باستانی. اینا چهار تا بازیکنم من خریدم آقا. بنده از کشور دانمارک آقا کریستنسن رو خریدم، یعنی از بارسا آوردمش. چیز دیویس رو از کانادا گرفتم، گلووین رو از روسیه سردسیرترین کشور جهان گرفتم، هالند رو از نروژ بنده گرفتم، و همچنین آقای اندرسون که گنگشم پرر هم از دانمارک.
گرفتم، کلا 5 تا پلی گرفتم. من که قهرمان آقا شما اصلا راحت بود کارت، اصلا قهرمان شید کارت شاپ. تو که همیشه تایمینگ چالش میای همینو میگی، بابا همیشه میبازی. سری همینو من میگی. گذاشته بودم رو لژندی، شما رو ورد کلاس بودی آقا. قبلش چی؟ قبلش ما دوباره تو رو بردیم اونجا شوخی بود. آقای علی زلزله و سمسون داری میبری راحت، مثل آب خوردن داری میبری. خب تیمت قویه، نیمار خریدی جان، اینو چرا باختیم ما؟ آقا ما داریم میبریم ولی میبازیم، شما هم همچین حسی داری؟ اخراج نشیم. اینم یادم رفت بگم آقا تو لیگ اروپایی ما دوتامون بازیم. آره اشکال نداره، همه چیمون با هم برابره به جز شانسمون. حجم رایتون ما داریم میبریم، سیتی رو میبریم. چرا ما به قیزر قوی ها میفتیم؟ ما داریم میبازیم اینا رو یکی یک. چرا ما داریم میکنیم؟ من سیتی ما یکی یک کرد. تموم شد برای من. بیا تو چیز، بیا تو پریمیر لیگ. من یونایتد رو چقدر میزنی؟ بارکل راضی ام ازت. 2-1 3-1 گل یه دونه رو بعد بخور، یه دونه بعد حتما از هر کی داریم یه دونه میخوریم. پریمیر لیگ با تفاضل گل دو تا بیشتر ما صد بجد. ما با اختلاف 10 امتیاز چهارم میماج نسبت به آجی. من کارم خیلی سخته، نفرات پایین ترم با هم دیگه یک دو امتیاز فاصله دارن تا ردیف. آقا الان یه سوال، شما تو اف ای کاپ که هنوز شروع نشده، نیم فصل دوم شروع میشه، شما بیا تو کاراباو کاپ، شما هستی یا حذف شدی؟ شما بگو اول. من حذف شدم، میخوام بهت بگم تو چه مرحله حذف شدم. ما توی سمی فینالی من ما، یعنی هنوز حذف نشدی. خیلی برادر من، الان شما یه امتیاز اینجا گرفتی، اگرم قهرمان شی توش دو میشه یه امتیاز، دو امتیاز. الان یکی بر هیچ تا اینجا. پریمیر لیگ چون هنوز ادامه داره بچا، الان امتیازشو نمیدیم. اف ای کاپ هم ادامه داره. توی لیگ اروپا رو بگو مهدی کجایی؟ لیگ اروپا رو که جفتمون صعود کردیم دیگه. منم صعود کردم. آره منم صعود کردم ولی نیستم این تو مهدی. چرا نیست تو بازی؟ آن اینجا پریلیمینری رو چیزشه، این یه سری تیمای دیگه هنوز ما نیومدیم. میریم پس آجی انقدر از من راضی بوده کنار اون ستاره سرمربی چیز زده، یعنی خط سبز خدا رو صد هزار مرتبه شکر. آقا بازی ها رو دونه دونه قطره قطره ما ببریم باختیم. آجی اخراج میشم خب من اینجوری بابا. ما واقعا داریم قشنگ کار میکنیم، خدایی داریم از هر تیم به قرآن، از هر تیم داریم یه دونه میخوریم. نمیدونم چجوری چیده این چرا گرم سیر برق نکنه سر من شیر مالی بی آجی. آقا میخواستی تو چرا مسی رو نخریدی با رونالدو؟ اون دوتا گرم سیر بودن که. پرتغال چیز نیست، بالا 30 درجه نیست، ولی میکنم آرژانتین هست. اخراج شدم من مهدی، اخراج. خدای سیاه جون مادرتون اخراجم نکنید بابا، من گناه دارم. اومزاد اخراجم نکن. 9-0 شاختار رو زدیم. نیستم آقا، من رفتم آقا بلم. 9 تا گل زدیم. چرا برایتون داریم میبازیم؟ وای یک وای داریم مدن من. من اخراج نشم قرآن. فعلا شرایط هم خوب. 6 تا دادیم به مارسی، 4 تا به لیور اورتون، 4 تا به سویا، 4-4 بزنم اینجوری بالا بالا، 7 تا 7 تا سویا رو دادیم خدای شکر. یکیش از اورتون تموم شد. خب بردی توی پریمیر لیگ، بنده با یه اختلاف 1 امتیاز دوم شدم. اصلا برای بنده مهم نیست، دشمنای ما شاد. اصلا برای من مهم نیست، کاراباو کاپو قهرمان شدم 2 امتیاز، لیگ اروپا هم قهرمان شدم. الان برای چی داری اینا رو میگی؟ من تو که قهرمانی ها حساب، 2 تا قهرمانی به دست آوردم. شما باز هم توی این تایمینگ چالش باختی. آقا شما باید قهرمان زندگیت باشی پسر خوب. چالنجای تایمینگ چالنج من مت کردم، بعد تو اومدی شاخ بازی برای من در میاری، برو خونتون بابا. توی که تایمینگ چالنج مات دوستان کردی که باید خدا نگهدار شما. مرسی این ویدیو رو دیدید، ان شاءالله تو زندگیتون ببرید نه تو این تایمینگ چالنجای حاشیه محور. خدا نگهدار.